بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين سيما بقية الله في الأراضين از خداوند متعال متضرعانه مسئلت میکنیم که این سرآغاز را برای مردم، برای کشور مبارک بفرماید، به خصوص که ما در روزهایی هستیم که متعلق به اهل بیت علیهم السلام است. چند روز پیش عید قدیر بود، فردا روز مباهله است، روز نزول آیه ولایت است، انا ولیکم الله و رسوله، روز نزول آیه تطهیر است، متعلق به ائمه علیهم السلام است. این ایام به برکت همراهی اونها، دعای اونها، شفاعت اونها انشاءالله که این روز برای ملت ایران مبارک باشه. خب اولا بایستی از خداوند متعال تشکر کنیم که این توفیق را به ملت ایران عنایت کرد، توانستند یک بار دیگر این حرکت کاملا پر معنای انتخابات را که نشانه مردم سالاری دینی است با موفقیت انجام بدن. از مردم تشکر کنیم، باید از دولت دوازدهم، رئیس جمهور محترم دوازدهم و همکارانشون خسته نباشید بگیم و برای جناب آقای رئیسی و دولتشون و همکارانشون از خداوند متعال طلب توفیق و کمک و عنایت ویژه بکنیم. این مراسم، مراسم تنفیذ که متکیست به قانون اساسی و به رسمی که امام بزرگوار بنیانگذاری کردن در کشور، در طول این چند دهه بارها تکرار شده است و مظهری است از جابجایی مسئولیت بسیار مهم قوه مجریه که در واقع مدیریت کشور است، به شکل عقلانی، به شکل آرام، متین، که این بسیار مسئله مهم است. معمولا در بسیاری از کشورها این جابجایی با کشمکش و اینها انجام میگیره، اینجا به حمدالله با آرامش، با امنیت این جابجایی انجام میگیره در طول دوره‌های مختلف، این دوره هم همینجور به فضل الهی. و هم گرایش‌های مختلف سیاسی داشتن، نشان دهنده تنوع است و طبعا این تنوع نشانه آزادی انتخابات و سلامت انتخابات. اینها خیلی چیزهای مهمی است. این مضامین رو در این حوادث بایستی انسان ببینه. به حمد الله انتخابات در سلامت کامل، امنیت کامل برگزار شد. من تشکر میکنم هم از برگزار کنندگان انتخابات در بخش‌های مختلف، هم از تأمین کنندگان امنیت انتخابات که کار بسیار مهمی بود، و هم به خصوص از حضور مردم. یک توطئه تحریم انتخاباتی طراحی شده بود از مدتی پیش در محافل سیاست‌گذاری دشمنان کشور و دشمنان جمهوری اسلامی. در داخل هم بعضی از رو قفلت
بعضی هم شاید از روی غرض این سیاست رو دنبال میکردن. مردم پاسخ قاطعی دادن و شرکت کردن. شرکت مردم هم خوب بود، با توجه به اوضاع و احوالی که وجود داشت شرکت مردم شرکت خوبی بود و نشان دهنده حضور مردم در عرصه بود. خدا رو شکر میکنیم، از مردم هم تشکر میکنیم. یک نکته این است که این جا به جایی قدرت امید آفرین است، چون کسان جدیدی وارد میدان میشوند، ابتکارهای جدیدی دارند، چهرهای جدیدی هستند، اراده های تازه‌ای وارد میدان میشن. این برای همه کسانی که انگیزه خدمت دارند امیدواری ایجاد میکنه، به خصوص برای جوانها ایجاد امید میکنه. این خیلی چیز مغتنمی است، خیلی چیز مهمی است. به کسانی که صاحب نظرند، صاحب فکرند، در مسائل گوناگون به اونها فرصت میدهد که دقت کنند در گذشته، خطاهای گذشته رو جستجو کنند، پیدا کنند، اونها رو تصحیح کنند، تذکر بدن. خوشبختانه در بیانات رئیس جمهور محترم جناب آقای رئیسی در تبلیغات انتخابات و اینها تکیه بر روی ارزش‌های اساسی انقلاب مکرر انجام گرفت، ارزش عدالت، مبارزه با فساد و امثال اینها که ایشون تکیه کردند. این مسیر درستی است. توصیه مؤکد ما این است که همین مسیر رو دنبال کنن، که خب حالا هم در بیاناتشون بر روی این تأکید کردند. اون مسیری که کشور را، ملت را به حقوق اساسی خودش میرسانه، کشور را در جایگاه اساسی خود قرار میده، همین تمسک به ارزش‌های اساسی انقلاب. این ارزش‌ها هم چیزهای ندانسته و موهومی نیست. در بیانات امام ملاحظه کنید، کاملا واضح و روشن جز بیانات فرمایشات امام رضوان الله علیه. اینا رو باید ملاک قرار بدن و دنبال بکنن و نفس پیگیری این اهداف موجب این میشود که مردم هم همت کنند و وارد میدان بشن و مسائل رو دنبال کنند. و این مسئله اصلی، کلید اصلی اینجاست. حضور مردم در همه مسائل حل کننده است، حل کننده مشکلات. اون چیزی که حضور مردم رو تأمین بکنه، مردم رو تشویق به حضور در عرصه و در میدان بکنه، میدان‌های مختلف مورد ابتلای کشور مغتنم است و حضور مردم هیچ جای گزین دیگری ندارد. اصل هنر اصلی انقلاب هم همین، هنر اصلی انقلاب این بود که جمهور مردم رو از یک مجموعه و توده منفعل و مصرفی و فاقد یک نگاه ملی و عمومی تبدیل کرد به یک مجموعه پرانگیزه، علاقمند، همتدار، هدفدار، آرمانخواه و وارد میدان کرد. کار بزرگ انقلابی بود. ما قبل از انقلاب زندگی کردیم، تنفس کردیم، حقیقتا همینجور بود. ملت یه مجموعه از هم گسیخته‌ای که هر کسی به فکر خودش بود، امر ملی در کشور مطرح نبود، مسئله عمومی در کشور مطرح نبود. گوشه کنار کسانی ممکن بود هر چی بزنن مورد توجه و اعتنای
عموم مردم قرار نمیگیره. امام بزرگوار با اون حرکت الهی و معنوی خودش توانست این توده متفرق و پراکنده را تبدیل کنه به یک مجموعه واحد، به یک جمع به معنای حقیقی کلمه متحد و وارد میدان کنه. و این حرکت کار عظیم تاریخی رو، یعنی ریشه کن کردن نظام مستبد پادشاهی رو در کشور انجام بده. هر چیزی که بتوانه ملت رو به یک جمعیت متحد، پرشور، پر انگیزه وارد میدان تبدیل بکنه و کمک به این قضیه بکنه، این چیز مقتنم و مهم است. حرکت انقلاب به نظر ما حرکت بر اساس ارزش‌های انقلاب این خاصیت رو داره. یک توصیه به رئیس جمهور محترم این است که در شعارهای ایشون مسئله مردمی بودن و از مردم شنیدن، در میان مردم بودن تکرار شده. این رو از دست نده. این چیز بسیار مهم است. دولت مردمی را که شعار ایشون بود، اینو در واقعیت محقق کنند، به معنای واقعی کلمه با مردم، در کنار مردم، در میان مردم باشه. مردم یعنی همه مردم، بدون امتیازهای طبقاتی و گروهی. البته حضور در میان مردم که سابقه این کار رو هم ایشون دارن، نباید غافل کنه افراد رو از ارتباط با نخبگان. ارتباط با نخبگان هم در جای خود یک حرکت بسیار لازم و مفید است. تبادل نظر با نخبگان، استفاده از نظر نخبگان. دولت باید مظهر وفاق باشه. بعضی از این تغایرهای موهومی که در بین مردم وجود دارد، اینها رو بایستی با نگاه وفاق آمیز و نگاه ملاتفت به عموم مردم باید این توهمات رو تضعیف کرد. حالا ممکنه این نگاه ها، این اختلاف نظرها به کلی از بین نره، لیکن بایستی از تأثیرگذاری اونها در حرکت جامعه باید جلوگیری کرد. گفتگوی صادقانه با مردم هم یکی از همین کارهایی است که به مردمی بودن دولت کمک میکنه. حرف زدن ما مردم از روی صداقت، با قطع نظر از پیرایه‌های سیاسی و اینا، صادقانه با مردم، لازم رو به مردم تقدیم کنن. با مردم حرف زدن، با مردم یکی از کارهای مهمی است که دولت مردمی بایستی متعهد باشه. یک توصیه دیگه نگاه به ظرفیت هاست. این روزها شما نگاه میکنید در اظهارات، مقالات، نوشته ها، گفته ها، از کمبودها و مشکلات گفته میشه. خب بله، کمبودها زیاده، مشکلات هم زیاده. ظرفیت ها زیادتر از مشکلات. ظرفیت های فراوانی در کشور وجود داره. ما در بخش آب، در بخش نفت، در بخش معادن، در بازار گسترده داخلی، در مسئله همسایگان، در استعداد و آمادگی های حیرت آور جهان، جوانان، ظرفیت های فوق العاده ای داریم. ظرفیت های ماست. بدون تردید این ظرفیت ها می توانه غلبه کنه بر مشکلات، به شرط اینکه این ظرفیت ها درست شناخته بشه، به کار گرفته بشه و به اونها پرداخته بشه. تلاش شبانه روزی و خستگی ناپذیر لازمه و مطمئنن استفاده از این ظرفیت ها به کمبودهای کنونی غلبه خواهد یافت. یک
جنبه دیگر از مردمی بودن عبارت است از مبارزه با فساد. اگر به معنای واقعی کلمه ما می‌خواهیم در کنار مردم باشیم، باید با فساد و مفسد بی‌امان مبارزه کنیم، که خب ایشون در مسئولیت قبلی حرکت مبارزه با فساد رو شروع کردن و اقدامات خوبی انجام گرفت. لکن اصل قضیه اینجاست: بسترهای فساد، زمینهای فساد در قوه مجریه تشکیل می شود. اینجا باید با فساد مبارزه کرد. این فرارهای مالیاتی، انحصارهای بیدلیل، سوء استفاده از ارز ترجیحی، فعالیت‌های ناسالم سوداگرانه، قاچاق و امثال اینها اون فسادهایی است که باید با اینها به معنای واقعی کلمه مواجه شد، با برنامه، با پیگیری. گاهی یک کاری رو ما، تجربه ما در این سالها نشان میده، یک کاری رو با شوق و همت و انگیزه شروع میکنیم، منتها در قدم دوم اون انگیزه قدم اول باقی نیست. این فایده ای نداره. بایستی انگیزه و همتی که برای یک کار انسان خرج میکنه و به کار میبره، بایستی ادامه پیدا کنه تا وقتی به نتیجه برسه. مبارزه با فساد به این شکل. یک نکته مهم دیگر که این هم توصیه ماست، این است که در مسئله مهم اقتصاد کشور که امروز مسئله اساسی است، باید با برنامه پیش رفت. هر اقدامی که شما میکنید جزئی از برنامه ای باشه که قبلا تنظیم کردید و آماده کرد. کارهای روزمره و اقدامات پیش بینی نشده نمیتوانه مشکل رو حل کنه. بله، گاهی اوقات پیش میاد، گاهی در برخی از شرایط دولت‌ها ناگزیرن یه حرکت پیش‌بینی نشده رو در زمین‌های اقتصادی یا غیر اقتصادی انجام بدن. اون بحث دیگری است. لکن به طور کلی هر حرکت اقتصادی، هر کار اقتصادی، هر اقدام اقتصادی بایستی متکی باشه به برنامه کلی که تنظیم شده و بخشی از اون برنامه رو در واقع تعمیق. البته حل مشکلات اقتصادی زمان بره. این رو مردم عزیز ما هم میدانن و بدانن. یه چیزی نیستش که مشکلات رو بشود یک شبه یا در مدت کوتاه بشه حل کرد. نه، اینا زمان بر هست. بایستی همت کرد این زمان رو هرچی ممکنه کوتاه‌تر کرد. باید انشالله با کمک خدای متعال و هدایت الهی و دعای مستجاب ولی الله العظم ارواحنا فدا، انشالله این کارها پیش بود. البته در باب سیاست خارجی، در باب مسئله فرهنگ، مسائل دیگر، تذکراتی در ذهن هست که حالا انشالله این جلسه دیگه بیشتر از این خوبه که استمرار پیدا نکند. در جلسات بعد اگر زنده بودیم با ایشون در میان میگذاریم. یه توصیه لازم اینجا وجود داره و اون این است که در تشکیل دولت انشالله سرعت عمل باعث به خرج داده بشه. یعنی شرایط کشور اقتضا نمی کند که تشکیل دولت تأخیر بیفته. هم رئیس جمهور محترم در معرفی وزرای پیشنهادیشون به مجلس و هم مجلس محترم در تصویب و اظهار نظر سریع در باب وزرا انشالله شتاب به خرج بدن و کار رو سریع پیش ببرن که انشالله زودتر دولت تشکیل بشه و مشغول کار بشه. یه مطلب آخر هم مسئله جنگ تبلیغاتی دشمنه. دشمنان ما امروز بیشترین تحرکشون علیه ما بیش از تحرکات امنیتی و اقتصادی تحرکات تبلیغاتی و جنگ نرمه، تبلیغات رسانه‌ای است. برای اینکه بر افکار عمومی مردم مسلط بشوند،
مبالغ هنگفت هزینه میکنن، کارهای بسیار انجام میدن، فکرهای بسیاری رو در مجموعه های فکری برای این کار استخدام میکنن تا بتوانن با جنگ روانی، با تبلیغات گوناگون، افکار عمومی کشورها رو از جمله بیشتر از همه امروز کشور ما رو که هدف سوء نیت قدرت‌های بزرگ هست، اینها رو قبضه کنن، افکار عمومی رو، و در اختیار بگیرن. وقتی افکار عمومی یک ملت در اختیار بیگانه قرار گرفت، حرکت اون ملت هم طبعا طبق میل اون بیگانه پیش خواهد رفت. کار تبلیغاتی کار مهمی است. ما در این زمینه ضعف داریم. حالا بگذریم از اون آدم‌های غافلی که از رسانه‌های داخلی هم به نفع دشمن استفاده می‌کنن. حالا اون محل بحث ما نیست. لکن اون کسانی هم که قصد خیر در این زمینه دارن، کمکاری ما داریم در زمینه کار تبلیغاتی و کار حرکت تبلیغاتی درست و تمهیدات رسانه‌ای باید قوی‌تر و هوشمندانه‌تر عمل بکنیم. امیدواریم انشاءالله خدای متعال توفیق بده بتوانند مسئولین محترم، دولت محترم، جناب آقای رئیس جمهور جدید و همکارانشون بتوانند کارهای لازم رو به نفع کشور، به نفع ملت انجام بدن و خداوند متعال انشاءالله کمک کنه، هدایت کنه و همه کمک کنند، صاحب نظران، صاحبان فکر، صاحبان نفوذ اجتماعی کمک کنند انشاءالله کار به خوبی پیش بره. و درود خدا بر حضرت بقیت الله ارواح نافدا و رحمت خدا بر امام بزرگوار و بر شهدای عزیزمون که این راه رو در مقابل ما باز کردن و ما توفیق پیدا کردیم در این راه حرکت کنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.